برنامه و یاده زده مطالب و عرض سلام به این برنامه آغاز روز با من احمد شعیب صدیقی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه 11 ماه میزان 1396 خورشیدی که برابر می شود به 3 اکتبر سال 2017 میلادی. در این برنامه آغاز روز تا 3 ساعت دیگر به تازه ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان و همچنان به بحث و بررسی موضوعات مختلف و مهم با آگاهان خواهیم پرداخت. در بخش اول برنامه آغاز روز مرور خواهیم داشت بر پایگاه‌های خبری. تازه‌ترین خبرهایی که در خبرگزاری‌های افغانستان و جهان به نشر رسیده است کوتاه به خوانش خواهیم گرفت. در ادامه در خصوص کارکردهای وزارت اطلاعات و فرهنگ سخنگوی این وزارت را با خود خواهیم داشت و همچنان در ادامه در مورد بیجا شدگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان با سخنگوی کمیسیون حقوق بشر بحث و گفتگوی خواهیم نمود و همچنان در ادامه در خصوص رأی دادن به نامزد وزیران با یکی از اعضای مجلس نمایندگان بحث خواهیم داشت. در نخست میپردازم به مرور بر پایگاه‌های خبری. نخست از پایگاه خبر آریانا نیوز آغاز می‌کنم. وزارت خارجه افغانستان از ایران می‌خواهد که فرستادن مهاجران افغانستان را در جنگ سوریه متوقف سازد. وزارت خارجه کشور گزارش اخیری دبان حقوق بشر مبنی بر این که سپاه پاسداران نوجوانان زیر 18 سال افغان را در جنگ سوریه به خدمت می‌گیرد تایید می‌کند. صبغت الله احمدی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد می‌گوید ما از این عمل نگران هستیم و از ایران می‌خواهیم تا فرستادن مهاجران افغان را به جنگ سوریه متوقف سازد. از عینک وزارت خارجه افغانستان حضور نوجوانان کشور در جنگ سوریه با فشار یا هم با تشویق از سوی سپاه پاسداران ایران صورت گرفته است. حکومت این موضوع را با ایران و سازمان‌های جهانی نیز مطرح کرده اما ایران گفته که شرکت نوجوانان افغانستان به جنگ سوریه داوطلبانه بوده است. عبدالحی آخونزاده عضو مجلس نمایندگان مدعی است که استخدام افغانها در جنگ سوریه نسبت به گذشته افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش تازه دیدبان حقوق بشر، کودکان افغان با 14 سال سن در لشکر فاطمیون در کنار نیروهای دولتی سوریه در این جنگ می جنگند. لشکر فاطمیون از جمله نیروهای زیر فرمان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران است که از مهاجران افغانستان شکل گرفته است. دیدبان حقوق بشر هم در بررسی هایش از سنگ قبرها در گورستان محل دفن کشته شدگان جنگ سوریه در ایران دست کم 8 مهاجر افغان زیر 18 سال را شناسایی کرده که به گفته این دیدبان در جنگ سوریه کشته شده اند. خبر دیگری از پایگاه خبری آریانا نیوز. رئیس ستاد ارتش پاکستان که در اوج تیرگی روابط دو کشور به کابل آمد، هم مانند گذشته کشورش را متحد به همکاری در کار مبارزه با هراس افغانی دانسته است. در اعلامیه ارتش پاکستان پس از این سفر آمده که این کشور همکاری هایش برای تامین صلح در افغانستان را بیشتر خواهد ساخت، اما در کابل این سفر آب را از آب در اعتماد بر پاکستان تکان نداده است. شماری از آگاهان سیاسی و نظامی میگویند که اسلام آباد هرگز سیاستش را در قبال افغانستان تغییر نداده و این بار حکومت نباید شکار فریب اسلام آباد شود. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان به آریانا نیوز گفت رئیس ستاد ارتش پاکستان در نتیجه فشارهای آمریکا به کابل آمد. پاکستان هرگز آماده همکاری با افغانستان نخواهد بود و ما باید هوشیارانه عمل کنیم. نظامیان پیشین نیست که از سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان انتقاد می کنند، هر گونه اعتماد بر این کشور را اشتباه می دانند. عتیق الله امرخیل نظامی پیشین اظهار داشت پاکستان هرگز آماده تغییر سیاستش در برابر افغانستان نخواهد بود. رهبران افغان باید طوری عمل کنند که بار دیگر مقابل حقانی که بار دیگر شکار فریب‌های اسلام آباد نشوند. باید شورای کویته و شورای پشاور منحل میشد و یا یک حرکت در مقابل حقانی صورت میگرفت. فضای مجلس نمایندگان افغانستان را نیز موج از انتقادها بر علیه پاکستان گرفته است. قانونگذاران افغان معتقدند که هرگز پاکستان برای پایان خشونت‌ها در افغانستان آستین بالا نخواهد کرد. عبیدالله بارکزی عضو مجلس نمایندگان تاکید نمود که پاکستان همواره سیاست دوگانه در برابر افغانستان بازی کرده است.
بارکزای از افغانها و حکومت خواست تا از پاکستان صلح نخواهند و خود برای مذاکره با طالبان زمینه سازی کنند. رئیس ستاد ارتش پاکستان نخستین مقام پاکستانی است که پس از اعلام راهبرد آمریکا وارد کابل شد. در این راهبرد گفته شده است که لانه های هراس افغانان به شمول طالبان در پاکستان است و نابودی آنها تنها گزینه برای تامین صلح در افغانستان و منطقه می باشد. خبری از خبرگزاری رادیو آزادی. ولسی جرگه از کندی و تأخیر در کار بازسازی تونل و شارع سالنگ انتقاد کرده و برای دریافت وضاحت در این مورد مسئولان وزارت فواید عامه، داخله و اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی را مورد استجواب قرار داد. شماری از وکلا گفتند که هر سال برای بازسازی تونل سالنگ بودجه تخصیص داده شده و تصویب می‌گردد، اما تا حال در این بخش هیچ کار لازم صورت نگرفته است. معاینه وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که کار ساخت این سرک با مصرف 250 میلیون دلار از سوی بانک جهانی تا سال 2021 میلادی تکمیل میگردد. در شهرهای سالنگ همه روزه حدود 5500 موتر عبور و مرور دارند که در موسم زمستان و به خاطر برفباری های زیاد خسارات مالی و جانی به مسافران وارد میگردد. جنرال رجب مسئول حفظ مراقبت سالنگ ها میگوید که بیشتر خسارات و تلفات به مسافران وارد شده است که در هنگام خطر و تهدیدها به راهنمایی آنها توجه نکردند. سرپرست اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که امسال به خاطر خدمت رسانی برای 10,000 تن که به اثر تهدیدات احتمالی حوادث طبیعی در روزها و شبهای دشوار با آن روبرو خواهند شد آمادگی گرفته شده است. خبری از خبرگزاری رادیو آزادی. مقامات امنیتی در غور از آغاز عملیات پاکسازی که در 45 کیلومتری شمال مرکز ولایت غور موقعیت دارد در آینده نزدیک خبر می‌دهد. با گفته آنها در حال حاضر پلان عملیات تصفیه و پسگیری منطقه غلمین از نزد طالبان مسلح روی دست است و این پلان تا چند روز محدود تطبیق خواهد شد. جنرال غلام مصطفی محسنی قمندان امنی غور میگوید که طالبان پس از آنکه منطقه غلمین را تصرف نمودند دست به آزار و اذیت مردم زده و برخی از خانه‌های باشنده های این محل را نیز به آتش کشیدند. با این حال عبدالبصیر قادری معاون شورای ولایتی غور با نگرانی از وضعیت منطقه غلمین میگوید پس از آنکه طالبان کنترل این منطقه را به دست گرفته اند بسیاری از باشنده های این محل مجبور به فرار در کوه‌ها و مناطق همجوار شده اند. با بیان قادری در صورتی که برای پسگیری منطقه غلمین از نزد طالبان توجه جدی صورت نگیرد به زودی وضعیت امنیتی در مرکز این ولایت نیز رو به وخیم شدن خواهد رفت. و افزود غلمین یک منطقه استراتژیک در جوار مرکز ولایت است، در صورتی که بعد از مدت به دست طالبان بماند مناطق کاسی که در نزدیک مرکز است و همچنان به خود مرکز و ولسوالی دولتی آر مشکل ایجاد می کنند و بسیار خطرناک است. غلمین یکی از مناطق مهم در جوار فیروزکوه مرکز غور 4 روز قبل به دست طالبان سقوط کرد و تا هنوز به تصرف آنان می باشد. از سوی هم شماری است باشنده های منطقه غلمین میگویند که طالبان تعدادی از زنان و مردان کهنسال و همچنان اطفال را به هدف این که وابستگانشان را از نیروهای خیزش مردمی که به حمایت از دولت میجنگند باز دارند به گروگان گرفته اند. باشنده های منطقه غلمین مدعی هستند که بسیاری از مردم این منطقه به دست طالبان اسیر هستند، اما طالبان مسلط تا اکنون در مورد گروگانگیری این افراد چیزی نگفته اند. خبر دیگری از رادیو آزادی. خانم غنی این حین افتتاح اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در کابل گفت که زنان افغان از توانایی های خوب تجاری برخوردار بوده و این اتاق می تواند فعالیت های آنان را منسجم تر سازد. در پیام ویدیویی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان افتتاح اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را یک فصل جدید در رشد فعالیت‌های زنان افغان خواند و گفت که سهم زنان در امور تجارت نشان می‌دهد که افغان‌ها برای بهتر شدن زندگیشان اراده محکم دارند. منیژه واقف رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغان می‌گوید که در حال حاضر زنان افغان در بخش‌های مختلف فعالیت دارند، اما چوکاتی که بتواند فعالیت های آنان را تحت یک سقف منسجم سازد برای اولین بار ایجاد شده است. با گفته وی هم اکنون 850 زن تجارت پیشه افغان در این کشور فعالیت دارند که 45,000 فرصت کاری را فراهم نمودند. حکومت افغانستان سال گذشته به هدف رشد و بلند بردن توانایی های اقتصادی زنان سمپوزیومی را برگزار نمود که در آن بیشتر زنان روی ایجاد اتاق تجارت و صنایع مستقل تاکید کردند.
برخی از زنان تجارت پیشه افتتاح اتاق تجارت و صنایع زنان را برای توانمندی بیشترشان یک گام مهم می‌خوانند، اما برخی نیز می‌گویند که هنوز هم چالش‌های بزرگ فراراهشان قرار دارد. خبر از خبرگزاری بی بی سی فارسی. پس از گذشت یک هفته از حمله انتحاری به یک کاروان نظامیان دنمارکی متعلق به ناتو در غرب کابل، دنمارک تصمیم گرفته است که حضور نظامیش را در افغانستان افزایش دهد. وزارت دفاع دنمارک دیروز اعلام کرد که با اعزام 55 نظامی جدید، مجموع نیروهای مستقر خود در افغانستان را به 152 نفر برساند. این وزارت گفته است که سربازان جدید در تامین امنیت مشاوران نظامی ناتو که به اکادمی نظامی افغانستان تردد دارند کمک خواهند کرد. ناتو که در حال حاضر 13,000 نیرو در افغانستان دارد، مأموریت رسمی خود را در اول جنوری 2015 پایان داده و پس از آن وظیفه اصلی آن آموزش و مشاوره به نیروهای امنیتی افغانستان بوده است. اندرس ساموزنز وزیر خارجه دنمارک نیز در بیانیه گفته است اگر دولت افغانستان کنترل را از دست دهد، این کشور یک بار دیگر پناهگاه امن تروریست ها تبدیل خواهد شد و در نتیجه ممکن است که اروپا و دنمارک شاهد موج دیگری از پناهندگان شوند. قرار است که 55 سرباز دنمارکی در آغاز سال 2018 در کابل مستقر شوند. خبر دیگری از بی بی سی فارسی. وزارت خارجه افغانستان خواستار توقف استخدام مهاجران به ویژه کودکان مهاجر افغان در ایران از جانب سپاه پاسداران این کشور در جنگ سوریه شده است. مروری دارم بر خبر از خبرگزاری بی بی سی فارسی. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرده که نقاشی مریم احمدی از ولایت بادغیس از میان 120 اثر نقاشی از 22 کشور جهان به 20 نقاشی برتر این دوره از مسابقات این سازمان راه یافته است. مریم احمدی در این نقاشی وضعیت مکتب خود در شمال غرب افغانستان را توضیح داده که صنف‌های درسی کافی ندارد و دانش آموزان اکثرا در فضای باز و در محیط باز مصروف درس هستند. دانش آموز 12 سال دارد و شاگرد صنف هفتم مدرسه در منطقه آبگرمک قلعه نو و مرکز ولایت بادغیس است. شرکت کنندگان توسط برنامه جهانی غذا حمایت شده و این مسابقه نیز زیر عنوان صفر ساختن گرسنگی، آینده با غذا آغاز می شود برگزار شده است. بر اساس اعلامیه برنامه جهانی غذا، مریم احمدی به نقاشی علاقه دارد و می خواهد به تمام جهان سفر کند. این دختر 12 ساله آرزو دارد که مشکلات خود را از طریق نقاشی به جهان بگوید. برای شرکت در این مسابقه 40 نقاشی از افغانستان به کشور ایتالیا فرستاده شده بود که نقاشی های فرستاده شده در این رقابت ها در تقویم ها و کارت های تبریک سازمان جهانی چاپ شده خواهد شد. قبل از این شماره از کودکان خیابانی که بعد از فروشان دوره شهرت دارند توانسته بودند که رقابت‌های سازمان‌های جهانی سهم بگیرند. در سال 1394 وایس یکی از این کودکان خیابانی کابل توانست در یک مسابقه نقاشی سازمان بهداشت جهانی درباره بهداشت غذایی مقام اول را بگیرد. او میگوید که در شهر کابل دست فروشی می کند و در یک مسابقه نقاشی زیر نام تامین بهداشت غذایی از مزرعه تا بشقاب شرکت کرده بود و توانست مقام اول را در میان شرکت کنندگان از 22 کشور جهان به دست آورد. خبری از صدای آمریکا. اعضای شورای ولایتی فرا هشدار می‌دهند که اگر حکومت مرکزی به وضعیت امنیتی این ولایت توجه جدی نکند، این احتمال می‌رود که ولایت فرا به دست طالبان سقوط کند. آنها همچنان ادعا می کنند که اعضای گروه طالبان در جنگ با قوای افغان از سلاح‌های پیشرفته استفاده می کنند که از جانب شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه به اختیارشان قرار داده شده است. چند خبر کوتاه از جهان. مهاجم مسلح در شهر لاس ویگاس ایالت نوادا در ایالات متحده به شرکت کنندگان یک جشنواره موسیقی گلوله‌باری کرد و سبب کشته شدن کم از کم 58 نفر و زخمی شدن بیش از 500 نفر دیگر شد. مهاجم برای چند دقیقه پیهم از منزل 32 یک هتل بر تماشاچیان کنسرت گلوله‌باری کرد.
کنسرت یاد شده که تمام تکت های آن فروخته شده بود در خیابان روبروی هتل برگزار شده بود که از آن مهاجم بر تماشاچیان حمله کرد. رئیس جمهور ترامپ این رویداد را شرارت محض خوانده و گفته به ادارات امنیتی آمریکا دستور داده است تا تحقیقات کامل را در این مورد انجام دهند. او از کارکرد قوای امنیتی برای پاسخگویی به این حمله ستایش کرد. صندوق دارایی های مستقل عربستان سعودی دو شرکت جدید را ایجاد می کند تا ظرفیت پذیرش حاجیان را در شهرهای مکه و مدینه افزایش دهد. سرمایه گذاری عربستان سعودی در دو شهری که اماکن مقدس مسلمانان را در خود جا داده است تا حد زیاد به هدف جلب و تقویت گردشگری است و تأثیر منفی ناشی از پایان رفتن بهای نفت را کم کند. صندوق دارایی های مستقل عربستان سعودی بیش از 2 تریلیارد دلار سرمایه را کنترل می کند. شرکت های یاد شده تا سال 2030 میلادی به ارزش 180 میلیارد دلار ساحات رهایشی و تجارتی را در اطراف کعبه در مکه و مسجد نبوی در مدینه گسترش خواهد بخشید. و جایزه نوبل امسال در بخش طبابت به 3 ساینسدان آمریکایی اختصاص یافت. برندگان این جایزه معتبر جهانی جفری هال، مایکل روسباش و مایکل یانگ به خاطر کشفیات میکانیزم های مالیکولی در کنترل ریتم روزانه بدن مورد تقدیر قرار گرفته اند. کمیته جایزه نوبل گفت که این 3 دانشمند آمریکایی در اواسط دهه 1980 میلادی پشه های میوه را نمونه تحقیقشان قرار داده و توانستند که ریتم بیولوژیکی روزانه بدن را کنترل کند، مجزا سازند و ریتم های روزانه شامل عادات 24 ساعته مثل خواب، رویه و رفتار، سطوح هورمون ها، حرارت بدن و میتابولیسم بدن می شود. دانشمندان از قبل در دهه های 1960 و 1970 میلادی پدیده‌ای را مطرح ساختند مبنی بر اینکه ساعت بدن یا نظم زمانی فعالیت های بیولوژیکی بدن از سوی جین های خاص کنترل می شود. جین واحد کوچک در ساختار کروموزوم ها است و کروموزوم ها به طور عموم انتقال دهنده کد ژنتیکی یا خواص ارثی در زندجان ها می باشد. انتظار می رود که جوایز نوبل در سایر بخش ها به گونه پیهم در جریان چند روز اعلان شود. مرور بر پایگاه های خبری و تازه ترین و مهمترین خبرها در همین جا با پایان رسید. بعد از وقفه کوتاه برنامه آغاز روز ادامه دارد. برنامه خدا و با عرض سلام و مجدد و ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدین. در این بخش برنامه آغاز روز میپردازیم در مورد تأثیرات بازی های سرگرم کننده در موبایل و یا ابزار دیگر. آقای محمد صفا فرزایی استاد روانشناسی را برای بحث بیشتر با خود در استودیو داریم. آقای فرزایی سلام، بسیار خوش آمدین. در ابتدا اگر در خصوص تأثیرات بازی های سرگرم کننده اگر بگوین، چه در موبایل های همراه و یا همچنان چه در ابزارهای دیگر تکنولوژی. تشکر، زنده و سلامت. صبح شما بخیر. صبح عزیزی که ما را از طریق شیشه آریانا تماشا میکنن، امیدوار هستم که صبح خیلی خوب و خوش داشته باشم. حالا میایم در کل روی بازی ها که چی اثری داره روی روان ما. مغز ما یک خاصیتی داره که باید رشد بکنه. حجرات مغزی ما نیاز به رشد داره. حالا این رشد از هر طرفی که صورت میگیره، ما مطالعه میکنیم، ما کارهای جدید انجام میدیم، ما گیم بازی میکنیم، این باعث میشه که این حجرات مغزی ما خیلی خوب رشد بکنه. وقتی رشد کرد میتونیم استفاده از امیر داشته باشیم، اما بعضی اوقات ما این قسم استفاده میکنیم یا قسم از بازی ها استفاده میکنیم که افراط میکنیم یا ما اعتیاد یا رو میاریم به اعتیاد یا به نوعی این قسم اعتیاد در خود ما میسازیم. تنها مثل مواد مخدر نی، بعضی اوقات ما فقط برمیخوریم به اینکه با بعضی اشخاص که اونا تنها مواد مخدر استفاده میکنن میگیم چون مواد مخدر استفاده میکنه یک آدم معتاد است، اما در کل میشه ما معتاد به فیسبوک باشیم، حتی معتاد به مطالعه باشیم، معتاد به گیم باشیم، به هر چیز دیگه. در کل اگر ما یک مقدار وقت کم خود و بجا و خودآگاه میگذاریم و از بازی استفاده میکنیم چقدر خوب است، اما اگر بیش از حد میشه، از حد زیاد میشه، این باعث میشه که مشکلات روانی که بعدا نام خود گرفتیم بر ما پیدا خود شد و یک سلسله مشکلاتی که
که اصلا رای حلش بعدا بسیار به سادگی نمیتونیم رای حل برش پیدا بکنیم، حتی نیاز داریم به دوا، نیاز داریم به درمان، باید بریم پیش روانشناس، پیش دکتر دوا بگیریم که بعدش از او حالت ما را بیرون بکنه. مشکلات زیادی را که این بازی ها به بار میاره ما شما در جامعه خود میبینیم، خودآزاری هست، دیگر آزاری هست، حتی خودکشی هست، دیگر کشی هست، دیگر آزاری هست و مشکلات بیش از حدی که در زندگی ما رخ میده. مثلا ما را نمیمونه موفق شویم، خواب ما را ضربه میزنه، ما را میبره به طرف خیال بافی ها، استرس ها را در زندگی ما به بار میاره. اما در کل اگر به جا، به مورد و یک مقدار کم استفاده بکنیم خیلی خوب و موثر خواهد. بله، حالا در مورد همین تقسیم بندی اگر صحبت داشته باشین، هرچند که بیشتر از جوانان دیده شده که در مواقع مختلفه از جمله زمانی که اشتراک میکنن اگر در مراسم های مختلف مثل مراسم عروسی و یا مراسم همچون میپردازن به بازی های متعدد مثل که اینک بیشتر کوشش میکنن که گیم لدو بازی بکنن در موبایل های همراهشان و یا بعضی بازی های دیگر. مشخصا در این مورد اگر بگویم که اگر تقسیم بندی شوه به خاطر بازی های سرگرم کننده ایش قدر میتونه که اثرات مثبت داشته باشه و اگر طور که خود شما فرمودین که در همه مواقع و بدون از اینکه ضرورت باشه سرگرم گیم میشن، در این مورد آیا مشخصا اضرار مشخص را میتونه که وارد بسازه بر روان انسان یا خیر؟ کاملا مسئله را که شما یاد کردین خیلی مسئله مهم است. روانشناسا قسم پیشنهاد میکنه، میگه 24 ساعت وقت خود به 3 دانه 8 تقسیم بکنیم، 8 ساعت خواب، 8 ساعت کار، 8 ساعت تفریح و عبادت و اینا. حالا این تفریح به گونه های مختلف میتونه باشه، یک نفر میره قدم میزنه، یک کسی میره ورزش میکنه، یک کسی آب بازی میکنه، یک کسی گیم کار میکنه، یک نفر میره با دوستا و با رفیقا میشینه، بنابراین میخواد یک نوع تفریح و سرگرمی بر خود داشته باشه. بله. اما خوب است که ما به جا به موقع باید استفاده بکنیم. حالا میایم روی اضرار از اینکه چگونه این چی اضرار بر ما داره یا کدام مشکلات بر ما خلق میکنه. ببینین اولا استرس یا در قدم اول اگر در نظر بگیریم مدیریت زمان از دست ما میره. ما کسی هستیم که میریم سرگرم بازی مثلا لدو میشیم که حالا جوان زیادتر استفاده میکنه، این آدم میایه و در این ساعت ها وقت خود را میگذرانه، پس مدیریت زمان از دستش میره، مثلا عبادتی که میکرد از دستش میره، به کاری که باید خوب میرسید نتونست برسه، او کاری که برش سپرده شده بود تو درست نمیشه، در خود خانواده نمیتونه موفق باشه، وقت داخل خانه میره او کارهایی که مو یا او مسائلی که یا او مسئولیت هایی که به دوشش هست نمیتونه ازودی از اونها خوب تر برایه، پس این آدم به عدم خود مدیریت زمان روبرو میشه یا مدیریت زمان از دستش میره. پس زمانی که مدیریت زمان از دست ما بره ما یک مشکل سرچار میشه که مسئله استرس است. استرس یعنی همون فشار روانی. پس زمانی که فشار روانی روی ذهن ما بود دیگه ما نمیتونیم راحت حرف بزنیم، راحت کار بکنیم، راحت موفق شیم. یا مشکل دیگه که به بار میاد مسئله خیال بافی هست. این آدما مثلا در بستر خواب خود میره ادمو خیالات از دیگه خب که تو از آدمی قسم بازی کردم بردم نبردم اگر باختم چطور خواهد شد فردا هم راهی کی بازی کنم، این دیگه ادمو خیالات میره، حتی در خیال خود در ذهن و فکر خود امو بازی را انجام میده، پس خوابش هم ضربه میزنه. وقتی به خواب میره یک ساعت دو ساعت وقت خود در این مصرف میکنه یا در اون بازی ها ذهن خود درگیر میسازه، پس خواب ما خراب شد. وقتی خواب ما خراب باشه روز نمیتونیم خوب کار بکنیم، خوب موفق شیم، خوب به کارهای خود برسیم. در کنار از این موفقیت های شغلی یا روابط ما را ضربه میزنه. در کنار از اون وقتی ما در خانه میریم حتی ما زیاد کسا را دیدیم از عبادت خلاص شده، نماز خود خوانده در داخل مسجد کشیده تلفن و عمو بازی را انجام میده، پس وقتی میبینیم که یعنی آن قدر یادم معتاد از این کار شده که دیگه حتی بعد از نماز میخوای کار خود انجام بدم، پس روابط ما را ضربه میزنه. کسایی که در خود خانواده هست و نمیتونیم روابط خوبتر برقرار بکنیم باعث ناهنجاری های در جامعه ما میشه در خود خانواده و ما یک کسی میشیم که بی برنامه، بی انگیزه، بی هدف و حتی باعث افسردگی ها میشه. وقتی که زمانم حزستم رفت، وقتی که من استرس داشتم، وقتی که روابطم درست صورت نگرفت، من میرم یک آدم افسرده میشم و در کنج خانه باید بخوام. حالا حتما بیننده این برنامه شماری از جوانان همچنان می باشه، مشخصا اگر پیشنهادات در این زمینه داشته باشین در امور روانشناسی که چه کارهایی باید انجام بدن جدا از این که می پردازن به بازی های سرگرم کننده مثل بازی لدو که شما یادآوری کردین، در کنار این اگر خودشون یک تقسیم اوقات اکنون پیشنهاد بکنین برایشان چی است؟ بیاین ببینیم، ما همیشه شکایت داریم، شکایت داریم کار پیدا نمیشه، شکایت داریم که من موفق نمیتونم باشم، از همه امورات زندگی خود شکایت داریم. اما هیچ وقتی از خود ما آغاز نکردیم، فکر میکنیم بیا دیگه حالا چون وظیفه پیدا نمیتونم، چون کاربر پیدا نمیتونم، بیا از اینجا آغاز میکنم، همین ساعت خود تیر میکنیم یا بنام وقت خود ضایع میکنیم. پس ببینین عزیزای دل، اگر میخواین موفق باشین، اگر میخواین یک انسانی باشین که شهکار خداوند متعال هستین و ایر ثابت بسازین،
پس بیاییم از خود ما شروع کنیم. چرا وقت خود بیجا مصرف بکنیم؟ یعنی این زمان آنقدر مهم است که خداوند متعال به این قسم یاد کرده. یعنی به خود زمان قسم یاد کرده. پس چقدر زمان زندگی ما مهم است؟ حتی در نظر بگیریم وقتی که مثلا ما یک پول را در بانک داشته باشیم، اون پول اضافه شده میره هر روز، سودش زیاد میشه. اما اگر ما همین زمان خود را تشبیه بدیم به پولی که در بانک میگذاریم، این کم شده میره هر روز، هر دقیقه از عمر ما کم شده میره. پس در نظر بگیریم حز زایدل، اگر میخواهیم یک انسان موفق باشیم، یک کسی که واقعا بر خود ما کاری کرده باشیم و بر جامعه خود کاری کرده باشیم، بیاین اثر امروز حتی تنهایی بازی نیست. یاد کسا 24 ساعت اگر نتانیم بگیم حداقل روز 10 ساعت و 8 ساعت شون درگیر فیسبوک است، درگیر شبکه‌های اجتماعی هست که اصلا نامناسب و بیجا از اینا استفاده میکنن. بله. پس خوب است که ما زمان خود را تقسیم بندی بکنیم. قسمت پیشتر اشاره کردم 8 ساعت کار، 8 ساعت خواب، 8 ساعت هم تفریح و عبادت اینا داشته باشیم. این تقسیم بندی منظم میتونه باشه و ما زمانی که تقسیم اوقات نداشته باشیم هیچگاهی نمیتونیم انسان موفق باشیم. یک انسان موفق تقسیم اوقات داره. قرار نیست که ما تقسیم اوقات را باید روی ورق بیاریم. حتی اینکه ذهن خود تنظیم میکنیم که فلان ساعت چیکار باید بکنم، فلان ساعت درس خود بخونم، فلان ساعت تلاش باید بکنم. بیاین ببینیم با بزرگا یا بیاین ببینیم با دانشمندایی که امروز در سطح دنیا در دانشگاه هاروارد تدریس میکنن چی میگن. بزرگترین دانشمندا پیشنهاد میکنن، میگن بیاین شما یکی از بخشا را، حالا هر اون بخشی را که شما انتخاب میکنین، شما 10000 ساعت روی از این متواتر کار بکنین. پس شما یک انسان میشین که از دانشگاه هاروارد به شما زنگ میایه میگه بیاین شما اونجا تدریس بکنین. از شما کرده دیگه فرد متخصص در رشته نخواد کسی بود. پس خوب است به جای از اینکه ما میایم در این بازی ها خود سرگرم میسازیم، به جای از مطالعه داشته باشیم و این مطالعه باعث میشه که ما پیشرفت بکنیم، بیاین روی خود ما کار بکنیم، بیاین روی خودشناسی کار بکنیم، بیاین روی امورات زندگی چطور بتونم روابط موفق با پدر مادرم داشته باشم، چطور با خانمم خوب برخورد بکنم، چطور تربیت فرزند، چطور با فرزند خود خوب برخورد بکنم، چی کار بکنم که از کار دیروزم کرده امروز کار بهتر انجام بدم، کار خوبتر انجام بدم، نتیجه بهتر بگیرم. روی اینا فکر بکنیم، تفکر بکنیم، اندیشه های خود رو رشد بدیم. بیاین کتابای بزرگترین دانشمندا رو بخونیم، از اونها انگیزه بگیریم. بیاین در کشورهای خارج و مترقی برین، شما ببینین روزی که مطالعه اونها میکنن، حتی در ملیبس در سرویس میشنن اونها مطالعه میکنن، داخل موتر میشنن مطالعه میکنن، در راه میرن یک اخبار در دستشان است. اما ما متاسفانه مطالعه که اصلا درک نداره. اما چهار تا کتابی که پنتون مکتب اینا بر ما هست، اونا رو به یک نوی مقصد میگذرانیم که بیا امی روز ما گم شوه و ما بتونیم چند تا نمره را بگیریم، یا به حساب نقل یا به حساب واسطه یا هر آن چیز دیگه که ما داریم. پس خوب است ما دو نوع مطالعه داشته باشیم. ما معمولا مطالعه را به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی مطالعه عمودی، یکی مطالعه افقی. مطالعه عمودی که هست قسمی هست که ما دم یک رشته تخصص میخوایم پیدا بکنیم. مثلا ما تنها در رشته اقتصاد کار میکنیم، میایم کتابای تخصصی اقتصاد میخونیم. تنهایی دیگه کافی نیست، زیاد مواقع ما فقط درگیر همین، حتی از زمان بیزار هستیم. یک کس حقوق علوم سیاسی میخونه، چهار تا کتاب یا چهار تا چپتری که برش دانشگاه داده فقط درگیر از زمان هست، بی خبر از اینکه یک نوع مطالعه دیگه هم داریم که بدون از مطالعه اصلا نمیتونیم موفق باشیم. اون مطالعه مطالعه افقی هست، یعنی مطالعه عمودی، مطالعه افقی. مطالعه افقی قسمی هست که هر کتاب باید مطالعه بکنیم. مثلا بریم بریم کتابای روانشناسی، بریم کتابای که کمک میکنه که در رشته خود خیلی خوب پیشرفت بکنیم، کتابایی که رابطه با بیان هست، یا هر آن کتابای دیگه، یا هر آن موضوعات دیگه که کمک میکنه که بعدش ما در رشته تخصصی خود موفق باشیم. یعنی یک کسی که اقتصاددان است باید مسائل سیاسی را کمی بفهمه، باید یک مقدار بره از نگاه موفقیت باید بفهمه که چگونه بتونیم در کسب کار خود موفق باشیم، باید بدانه که از نگاه دینی، از نگاه اسلام چی پیشنهاد شده برای کسایی که در رشته اقتصاد کار میکنن، کسایی که حرفه دارن، کسب دارن. یعنی از هر نگاه ما این را وقتی میفهمیم، تمام اینا رو یک جای میسازیم و وقتی میشه که ما یک انسان موفق میباشیم و کسی که در زندگی خود ما کاری میکرده باشیم و برای دیگران هم. تشکر، سپاسگزارم از حضورتان. ممنون. آقای محمد صفا فرزایی، استاد روانشناس. تشکر. تشکر. و شما تا دقایق دیگر بیننده مراسم استقبال از کاروان ورزشی ورزشکاران معلول ارتش کشور خواهد بود. ورزشکاران معلول ارتش کشور به سومین در مسابقات شکست ناپذیر در شهر تورنتوی کانادا اشتراک کرده بودند و 8 ورزشکار در 3 رشته از جمله رشته پاورلیفتنگ، روینگ و والیبال اشتراک داشتند که افغانستان در رشته پاورلیفتنگ توانست تا
یک مدال نقره و یک مدال برنز را از آن خود سازد و در مراسم اختتامی افغانستان توانست تا جایزه بهترین تیم را از آن خود کند. و قابل ذکر می دانم که این مسابقات سال یک بار برگزار می شود و قرار است که در سال 2018 میلادی این مسابقات به میزبانی کشور استرالیا برگزار شود. تا دقایق دیگر شما بیننده جریان برگشت کاروان ورزشی معلول ارتش کشور به گونه زنده از آریانا نیوز خواهید بود. با عرض سلام و مجدد، تا دقایق دیگر شما بیننده جریان مراسم استقبال از برگشت کاروان ورزشی ورزشکاران معلول ارتش کشور به گونه زنده از آریانا نیوز خواهید بود. همانطور که شما در تصویر میبینین، کم آماده به خاطر استقبال از ورزشکاران معلول ارتش کشور هستند. ورزشکاران معلول ارتش کشور در سومین دور مسابقات شکست ناپذیر در شهر تورنتوی کانادا اشتراک داشتند که در این رشته 8 ورزشکار در 3 رشته ورزشی از جمله پاور لیفتینگ، روینگ و والیبال اشتراک داشتند که در این رشته ها افغانستان توانست تنها در یک رشته پاور لیفتینگ یک نقره و یک مدال برنز از آن خود بسازد. قابل ذکر است که در رشته های دیگر همچنان توانستند تا درخشش خوب داشته باشند. و همچنان در مراسم اختتامیه این مسابقات افغانستان تانست تا جایزه بهترین تیم را از آن خود بسازد. قابل ذکر است که این مسابقات سال یک بار برگزار می شود و قرار است که در سال 2018 میلادی میزبان این مسابقات کشور استرالیا باشد. همان طوری که شما در تصویر می‌بینید، شماره از مقامات وزارت دفاع ملی آماده استقبال از برگشت کاروان ورزشی ارتش کشور که در سومین دور مسابقات شکست ناپذیر در شهر تورنتوی کانادا اشتراک کرده بودند، اکنون در میدان هوایی حامد کرزی حضور دارند. خبرنگار آریانا نیوز همچنان در میدان هوایی حامد کرزی است و تلاش میکند تا گزارش های تازه و زنده از میدان هوایی حامد کرزی در خصوص برگشت کاروان ورزشی ورزشکاران معلول ارتش کشور به ما جزئیات ارائه بکند. و به این استین دلوی او بخون که خدای پنامه نن ایمونگ را تک ده کابل نړیوال هوایی دگر تا ده جلدماب حامد کرزی هوایی دگر تا و ده مقصد ده چه ایمونگ زدوار او قهرمان ده اردو اتل معلولین چه دو هفته وران ده تورنتو خار که یعنی کانادا مملکت که ده معلولینو مسابقاتو که برخه خیسته و نن پا دکلاس افغانستان تا راستنیگی ده خوشحالی خبره ده چه پا ده مسابقاتو که چه ولس مملکتا او 1550 لوبغاری گدون کرده و امونگ ده گران حیوات ده اتل اردو اتل معلولین وشو کوله چه ده قهرمانی لقب واخلی او ده غوره او بهترین تیمونه آلت دوی وزلیگ معلولین عزیز ما توانستن مثل که در میدانای جنگ، مثل که در هلمند، قندهار، ننگرهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، غور قهرمانی از خود نشان دادن در میدانای جنگ، توانستن که در میدان سپورت هم از خود شهامت و قهرمانی نشان دادن. با وجودی که معلول بودن اینا تانستن که در جمع ابده مملکت و در جمع 550 بازی کنن، اینا بیرق افغانستان بلند نگاه کنن و تانستن که از جمع 3 مدالی که اختصاص داده شده بود اینا 2 مدال از آن خود بسازن که 2 تن از معلولین عزیز ما محمد عیسی و نصیر احمد تانستن که مدال
نقره و مدال برنز از آن خود بسازند. این کامیابی معلولین عزیز اردوی افغانستان ما به نمایندگی از خود و رهبری وزارت دفاع ملی به همه منصوبین پر افتخار اردوی ملی و به همه هموطنان خود مبارک باد میگیم. ببخشید وسیع صاحب، هدف از این مسابقات میشه بگویید که هدف از برگزاری از مسابقات چی بوده و پیامتون به دیگر معلولین که اونها هم یکی از اعضای بدن خود از دست دادن پیامتون به اونها چی است؟ بسیار تشکر برادر عزیز، سوال بسیار خوبه کردین. هدف از این مسابقاتی بود که ما با معلولین عزیز خود و به دنیا نشان بدیم که معلولین ما با وجود از اینکه معلول هستن توانمند هستن و اینا میتونن کارهای را انجام بدن و یا میتونن توسط یا میتونن به زندگی آینده امیدوار باشن. و پیام دیگه که این مسابقات داره و ای است که به تمام منصوبین دلیر نیروهای امنیتی و دفاعی و به خصوص اردوی ملی که معلولین عزیز مراقبت میشن، معلولین عزیز میتونن من حیث سایر اقشار جامعه ما در تمام شؤون زندگی سهم بگیرن و معلولین عزیز مورد توجه و مواظبت رهبری وزارت دفاع ملی و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارن. تشکر سید. تشکر از زیرا ممنون آمدن شما به اینجا و انعکاس برنامه. تشکر. طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی بود که در پیوند به برگشت کاروان ورزشکاران معلول ارتش کشور که در سومین دور مسابقات شکست ناپذیر در شهر تورنتو کانادا اشتراک کرده بودند جزئیات بیشتر و اهداف اشتراک این شماره از معلولان ارتش در این مسابقات را ارائه کردند. به نام خدا و با عرض سلام، در این بخش برنامه با من مرسل منصوری خوش آمدید. البته در این بخش برنامه آغاز روز آقای محمد صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ رو در استودیو با خود داریم و شما میتونید که با ما و تماس شوین به شماره 0700111131 و تماس شوین و سوالات و مشکلاتی که دارین با آقای مومن در میان بگذارین و پاسخ بگیرید. آقای مومن خیلی خوش آمدید به بحث برنامه امروز. بسیار تشکر، سلام بر شما، صبح شما بخیر و صبح بیننده و شنونده شما بخیر. تشکر. میخوام در نخواست بپرسم که معیار برای ایجاد یک رسانه تلویزیونی و شبکه تلویزیونی چه است؟ دیره من د رسانه و د پر د رسانه و د طرز و تاسیس یو مقرره د اطلاعات فرهنگ وزارت په چوکاټ کې شته چې د هغه لمخنه د هغه مقرره لمخنه رسانه رامنځته کیږي. د رسانه د مسول مدیر د پر د ټولیزو رسانه په قانون کې خپل ځانګړي شرایط دي چې د هغه شرایط پر بنسټ باندې یو څوک کولای شي چې د رسانه مسول مدیر شمدارنګ د رسنې د مؤسس لپاره هم د رسنې او د ټولیزو رسنې په قانون کې ځانګړي شرایط دي. په قانون کې وځ شوې دي چې د هغې د مخینه هغه د یوې رسنې مؤسس او همدارنګ مسؤل مدیر ګڼل کېدای شي او د رسنې او د تاسیس د تر تاسیس مقرره شي ده هغه د رسنې او د مقررې په اساس باندې رسنې رامنځته کیږي. بله، چگونه میتونین که برای رسانه یک جواز توضیح وکنین؟ دا ما مخکې وړاندې یادونه وکړه چې دا د هر هغه میتونه اهداف برای ایجاد یک رسانه چه باشد در شرایطی که افغانستان قرار داره. لکه څرنګه چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د بیان ازادي تعریف شوې ده، د بیان ازادي د هر ډول لاسوهنو څخه هغه خوندي ده په د بیان په ازادۍ کې او د څوک لاسوهنه نشي کولی. ولې د ټولیزو رسنیو په قانون کې بیا ځینې ممنوع موارد هم موجود دي چې د هغه باید هم پکې مراد شي. مثلا رسنۍ باید داسې خپرونې ونه کړي چې هغه د ټولنې رواني امنیت او اخلاقي سلامت ته اړتیا صدمه ورسوي. همدارنګه د نورو دینونو ته ادیانو ته باید سپکاوی ونشي او نور څه موارد دي چې هغه باید پکې په نظر کې ونیول شي. بله، چقدر از رسانه های ما این امر را مراعت میکنن؟
زمنګ د اطلاعات فرهنګ وزارت ل رسنۍ سره په دې اړه باندې کار کوي. هغه رسنۍ چې دغه د ټولیزو رسنیو قانون ته ژمنې نه دي، مونږ هغې ته په دې وروستیو کې په مکتوبي شکل باندې مکتوبونه لیکلي، په لیکلي شکل باندې چې دوی باید د ټولیزو رسنیو سره ځان عیار کړي. په دې وروستیو کې د شهید ونۍ وه چې د آریانا تلویزیون په او راډیو په ګډون باندې طلوع او لمر هغه ډول باندې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت خپل اعلامیه خپره کړې وه دوی مراد کړې وه، او په هماغه ډول باندې د شهید دونۍ په مناسبت باندې خپرونې کړې وي. په نن یا سبا ته به دوی څخه د مننې هغه لیک دوی ته راورسیږي. د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې اړه باندې پاملرنه کوي. د اطلاعات فرهنګ وزارت په چوکاټ کې اوس د مانیټورینګ یوه خونه رامنځته شوې ده چې دوباره برای ادامه صحبتهای شما برخواهیم گشت، اما تماس داریم. بیننده ما از روی خط تلفن با ما هستند، بفرمایید. صدای ما را اگر دارین میتونین که سوالتان را مطرح کنین. بله، از همکاران فنی ما میخواییم که اگر مشکلی در قسمت گرفتن تماس ها وجود داره حل بسازن. بفرمایید آقای مومن. اطلاعات فرهنگ وزارت په چوکاټ کې ما یادونه وکړه چې د مانیټورینګ او د کنټرول یو خونه وشتون لري چې هلته تصویري او صوتي او همدارنګه چاپي رسنۍ کنټرولیږي. یعنی دغه کوم قضاوت چې وړاندې ما تاسو ته ویل چې شوی دی، دا هم د دغه مانیټورینګ د خونې د راپور او ګزارش پر اساس باندې شوی دی. اوس رسنۍ کنټرولیږي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د بیان ازادۍ ته هغه چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعریف شوی د درناوی لري او همدارنګه د هغې ملاتړ کوي. خو ولې هغه موارد چې د رسنیو دپاره ممنوعه په قانون کې اعلان شوي دي هغه هم تطبیقي، او له رسنیو څخه هم د غوښتنه زموږ دا ده چې هغه په ځان باندې تطبیق کړي. بله، در این اواخر دیده میشه که حمایت از رسانه ها و آزادی بیان کم رنگ شده. شما در این بخش وظیفتون چی است و چگونه میخواین که این بخش دوباره رشد بدین؟ خیلی از رسانه ها به خاطر کمبود بودجه بسته میشه. زست تاسو د دې خبر سره موافق زکنیم چې په دې وروستیو کې افغانستان د سیمې په کچه باندې د هغه هیوادونو څخه هم مخکې چې هغه ځان د بیان د ازادي مدافعین ګڼي. د افغانستان او په تیر بیا د ملي وحدت د حکومت یو لستر لاستراولنو څخه د بیان د ازادي بشپړ ملاتړ وو، چې د بیان د ازادۍ څخه د ملي وحدت حکومت بشپړ ملاتړ کړی دی. نو زه ستاسو د دې خبر سره موافق نه یم. د افغانستان حکومت او همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت د رسنیو څخه او د بیان د ازادۍ څخه په هر وخت کې ملاتړ کړی دی. خبره چې یوازې د بودجې راغله، هغه رسنۍ چې هر وخت کې چې رسنۍ رامنځته کیږي. بله، با حضرت آقای مومن دوباره به صحبتهای شما برمیگردم. ما بیننده یه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. اگر صدای ما را دارین میتونین که سوالتان را بپرسین از آقای مومند. بله، متاسفانه باز هم تماس ما قطع شد، بفرمایید. نو د ملي وحدت حکومت د بیان ازادۍ څخه بشپړ ملاتړ کوي. موږ د رسنیو په برخه کې قوانین لرو، قوانین وضع شوي دي. د رسنیو په برخه کې کمیسیونونه رامنځته شوي دي، او همدارنګه د ملي وحدت حکومت د بیان ازادي یوه له خپلو سترو لاسته راوړنو څخه ګڼي چې افغانستان په دې وروستیو کې د بیان د ازادۍ څخه خپل بشپړ ملاتړ کوي. بله، باز هم تماس روی خط تلفن داریم. اگر با ما وصل هستن میتونن که سوالتون رو بپرسین.
بله باز هم متاسفانه تماس ما قطع شده، نتونستیم داشته باشیم. بفرمایید آقای مومن ادامه صحبتایتان رو داشته باشیم. نو د بیان د ازادۍ په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړه، زما جواب هم دغه ځای پورې و چې تاسو ته ما جواب درکړه چې د ملي وحدت حکومت د بیان د ازادۍ څخه او د رسنیو څخه په بشپړ ملاتړ کوي. د جلالت مآب جمهور رئیس د حکم پر بنسټ باندې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه رامنځته شوې ده چې مشري د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور ریاست دویم مرستیال جلالت مآب قانپو سرور دانش په غاړه ده چې د اطلاعات فرهنګ وزارت هم دغې عضویت لري. د نیو نهادونه په دغه کمیټه کې دي او همدارنګه امنیتی ارګانونه په دغه کمیټه کې عضویت لري او د خبریالانو څخه دغه د مسؤلیت کمیټه رامنځته شوې ده. په بیلابیلو برخو کې تاسو وګورئ په دې وروستیو کې رئیس جمهور د یو ځانګړي حکم په ترڅ کې د رسنیو هغه مالیاتي جریمې چې وي هغه ورته معاف کړي. همدارنګه د چاپی رسنیو په برخه کې مالیاتي جریمې چې په هغوی باندې ډېر زیاتې راغلې وي، دا په خپله د بیان د ازادۍ څخه د ملاتړ یوه بیلګه ده. بله، در خیلی از ولایت ها ما گزارش هایی داریم که رسانه ها مسدود شدن. حال شما گفتین که با مسرت سوال ادامه میتیم، بفرمایین خودتان رو معرفی کنین و سوالتان از آقای صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ بپرسین. بخیر باشن، شده صبحتان بخیر. صبح شما هم بخیر. موضوع درس های مکاتب شاگرد هایی که میروند بسیار کیفیتش پایان است، استاد ها درس درست نمیگن، در یک صنف تقریبا تعداد شاگرد ها زیاد می باشه، دیگه تدریس درست نمی شه. اونه او شاگرد هایی که می روان اکثریت در دیهات خودتان معلوم است که اوقدر در تعلیماتشون یکی از مکتب سرشان توجه نمی شه، دوم دیگه از فامیل سرشان کار نمی شه. این می رقم اگر ماهنگی یک کاری نمیشه و از طریق مکاتبی که شاگردان میره و درس میخونن. بله، تشکر از شما. فکر میکنیم که این بخش سوال شما مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ نیست و هم اگر باشه به شما جواب خواهد داد. باز هم تماس روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما هم. تشکر. من از جناب سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ میخواستم یک سوال بپرسم. در مورد دسترسی به اطلاعات خبرنگاران اگر یک وضاحت بتن جناب سخنگوی که تاکنون چقدر مشخصا در این راستا کارکردهای صورت گرفته و میزان رضایت خبرنگاران در این راستا تا چه حد بوده؟ بله، تشکر از شما حتما. تشکر. بفرمایید آقای مومند. بسیار تشکر. وزارت اطلاعات فرهنگ در هر وقت حاضر هستند طبق قانون دسترسی به اطلاعات، نه تنها به خبرنگاران لیکن به همشهریان خود وقتی که درخواستی به خاطر اطلاعات داده باشه اطلاعات بده. وزارت اطلاعات فرهنگ در چوکات خود یک بست اطلاع رسانی را ایجاد کرده که هر کس میتونه در برای وزارت در هر بخششان اگر اطلاع محرم، معلومات محرم نباشه اطلاع داده شود. یعنی همین حال که ما امرای شما صحبت میکنیم، این یک رسانه هستن و در هر رسانه وزارت اطلاعات فرهنگ حاضر است که صحبت کنه. هر خبرنگار که در هر وقت به وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه کرده برشان معلومات داده شده. بله، باز هم تماس روی خط تلفن داریم، بفرمایید. اگر صدای ما رو میشنوین میتونین صحبت کنین. بله، متاسفانه تماس قطع شده بود. دوباره تماس. بفرمایید. بله، صدای شما رو داریم، میتونین که سوالتان رو بپرسین. بله بله. چرا سوالتان پخش میدهی نمیخونم؟ شما میتونید که سوالتان رو بپرسین، ما صدای شما رو داریم. از کارگزارهای وزارت اطلاعات فرهنگ. بله.
امی چرا هم مکتب ها شاگرده ها دارید؟ متاسفانه تماس ما درست نبود. فرمایید آقای مومند. د اطلاعات فرهنگ وزارت یوازې د رسنیو په برخه کې فعالیتونه نه کوي، د اطلاعات فرهنگ وزارت په بیلابیلو نورو برخو کې هم فعالیت کوي. که اجازه وي زه په نورو برخو باندې هم یو ځغلنده کتنه وکړم. د اطلاعات فرهنگ وزارت په دې وروستیو کې د یوه برخه چې د عمده برخه د ګرځندوی یا د توریزم برخه ده، چې په دې وروستیو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت په لومړیو کې یو د ګرځندوی یو سیمینار په لاره باندې اچولی و چې دوه ورځنی سیمینار و. په هغې کې د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو خپلې مقالې د ګرځندوی د ودې او د پیاوړتیا او همدارنګه د ګرځندوی د پرمختګ په اړه باندې ولوستل، چې لومړۍ ورځ د دې سیمینار د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جلال مآب جمهور رئیس په وینا باندې پرانیستل شوه. دویمې تحقیقی برخه وه. دغه تیره اونۍ کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ګرځندوی نړیواله ورځ ولمانځله، چې جلالت مآب د افغانستان د اسلامي جمهوریت دویم مرستیال په هغې کې د ګرځندوی په وده باندې او د ګرځندوی په پرمختګ باندې وینا وکړله، او همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت سره ژمنه وکړه چې د ګرځندوی په برخه کې به حکومت د دغه وزارت ملاتړ کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دغه د ګرځندوی په برخه کې له نورو اداراتو سره په ځانګړي ډول د ښځو چارو له وزارت سره د تیمورشاهي کې یوه د ښځو ګډه لاسي صنایعو ګډ نندارتون د پلار اچولی و، چې په هغې کې ښځینه وو خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړې وي. همدارنګه زمونږ بله برخه فرهنګي برخه ده، چې د فرهنګ او د هنر موینه تر چتر لاندې ده. په هغې کې د تاریخي عبداتو ریاست دی، د ملي موزیم ریاست دی، د تیاتر ریاست دی، همدارنګه د عامه کتابتون ریاست دی، او د دې تر څنګ د موسیقۍ ریاست دی. د تاریخي عبداتو په برخه کې زمونږ په دغه کال کې غټه لاسته راوړنه همدا وه، چې د معدن له وزارت څخه د مس عینک د لوګر پروژه د هغې د کیندنو یا افریاتو برخه د اطلاعات فرهنګ وزارت ته انتقال شوه له ښه مرغه. او دا د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغه اوو کالو د متواترو هڅو نه پایله وه، چې دغه پروژه اوه کاله وروسته خپل هغه اصلي څښتن ته وسپارل شوه. همدارنګه دغه برخه کې کارونه روان دي. په مس عینک په لوګر کې مونږ یو موزیم هلته جوړ کړی دی، هغه آثار چې د انتقالېدو وړ نه دي همالته ایښودل کیږي، او هغه آثار چې د انتقالېدو وړ دي تر اوسه پورې شاوخوا 2000 قلمه آثار د لوګر د مس عینک څخه ملي موزیم ته انتقال شوي دي، او دلته په ملي موزیم کې خوندي دي. ملي آرشیف دی، چې په ملي آرشیف کې د بیلابیلو وختونو خطي نسخې همدارنګه د خطي ډول باندې لیکل شوي قرآن کریمونه او بیلابیل آثار هلته موجود دي. عامه کتابتون برخه ده، چې مونږ سږ کال له ښه مرغه په دې باندې توانېدلي وو چې د دې کال تر پایه پورې د میلیونونو افغانیو په ارزښت باندې له بازار څخه زمونږ د خپرندویو ټولنو څخه کتابونه راونیسو، او هغه په ولایتونو کې عامه کتابتونونو ته ولیږو. دلته دوه ګټې دي. یو دا ده چې هغه ځوانان چې په ولایتونو کې دي هغې به د دې کتابونو څخه د دغه نوو کتابونو څخه برخمن شي. دویمه ګټه دا ده چې زمونږ هغه خپرندوی ټولنې چې دي هغه خپرونکي هغوی به وتوانېږي، هغوی به تشویق شي چې د روان کال دپاره یا د روان وخت دپاره نور کتابونه چاپ کړي. بله، پیشتر شما از قانون دسترسی به اطلاعات یاد کردین. سوال بیننده ما این بود که شماری از وزارتخانه ها و یا هم خود رسانه ها اطلاعات پنهان میکنن. حالا شما از این گفتین که خود وزارت اطلاعات فرهنگ اطلاعاتی که دسترس داشته باشه به مردم قرار میده. اون نهادهایی که اطلاعات پنهان میکنن در قبال اونها چه کاری انجام خواهید داد؟
وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ وقت از رسانه ها معلومات پنهان نکرده و ما مطمئن هستیم که هیچ اداره تانوز از رسانه اطلاعات پنهان نکرده. حالا در خیلی از رویدادهای آمار کشته شده ها و یا هم دیگر حرف ها پنهان میشن. هر روز سخنگوی وزارت دفاع، سخنگوی وزارت داخله، یعنی بیشتر تمرکز شما سر وضعیت امنیتی است، از سوال شما معلوم میشه، اونا در مرکز اطلاعات حکومت، مرکز رسانه‌های حکومت کنفرانس خبری میته، روزانه اونا معلومات بر رسانه ها قرار میده. ما فکر نمی کنیم که کدام نهاد یا وزارت معلومات پنهان کرد، ولی بعضی معلومات محرم هستند که اونا دفعتا نمیشه بر رسانه ها داده شود. این به خاطر امنیتی ملی کشور هستند که بر رسانه ها در حال حاضر یا یه معلومات افشا نمیشه، این معلومات محرم است. میشه در مورد مناطق باستانی کشور بگینا یا در سراسر کشور این مناطق شناسایی شده از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ؟ اطلاعات فرهنگ وزارت لوری بالکل افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې شاوخوا 15,000 لرغونی سیمی پیژندل شوی دی او د اطلاعات فرهنگ وزارت سره ثبت دی. د اطلاعات فرهنگ وزارت په یو څو وخت وړاندې د کلو پراختیا له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ چې د هغې له مخې نه به د کلو پراختیا وزارت 6,500 محلي شوراګانې له دغه لرغونو سیمو څخه ساتنه کوي. د دغه سیمو څخه یوازې ساتنه د اطلاعات فرهنګ وزارت هغه رسمي مسؤلیت دی، ولی ولس او خلک هم مسؤلیت لري چې دغو سیمو څخه ساتنه وکړي. له هغه ځایه چې موږ ویو چې د یو هیواد فرهنګي آثار یا لرغونی آثار د دغه هیواد د هویت څرګندونه کوي، نو دغه هویت یوازې د دولت ساتنه، د دغه هویت ساتنه یوازې د دولت مسؤلیت نه، لیکن دا د افغانستان د ولس مسؤلیت هم دی چې له دغه هویت څخه ساتنه وکړي. بله، در مناطقی که ناامن است در اونجا چقدر مناطق باستانی وجود داره و چقدر میتونه که آسیب پذیر باشه اون مناطق؟ پنده خطر بنده منگه ده کلو پر اختیال وزارت سره چه ده غطلون لسلی کرده ده هاگه سیمی چه آلتا امنیتی وزه تریوی کچه تریوی بریده خانه ده پا ده سیمو که با ده کلو پر اختیال وزارت ده محلی شوراگانی با د تاریخی زینو څخه او تاریخی سیمو څخه ساتنه کوي. او تر یو حد پورې مسؤلیت د رسنیو هم دی چې رسنۍ باید د تاریخی سیمو پاړه باندې او د تاریخی سیمو د ارزښت پاړه باندې د عامه پوهاوی ځینې پروګرامونه په لاره باندې واچي. دا د دوی یو ملي دنده ده چې دا باید رسنۍ ترسره کړي. بله، در بخش آثار غارت شده چقدر به شما رسیده تا کنون؟ ټول امنیتی ارګانونه د اطلاعات و فرهنګ وزارت سره په هماهنګۍ دي. تاسو ته معلومات دی چې اطلاعات فرهنګ وزارت اجرایي ځواک نه لري، نو د کورنیو چارو وزارت، د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي امنیت محترم ریاست د اطلاعات فرهنګ وزارت سره په هماهنګۍ باندې، په همغږۍ باندې د ټولو سیمو څخه او همدارنګه له تاریخي سیمو څخه ساتنه کوي. هغه خلک چې زمونږ تاریخی اثر بهر ته قاچاق کوي د امنیتي ځواکونو له لوري تر جدي مراقبت او جدي څېړنې لاندې دي، هغوی نیسي او هغه ترلاسه شوي اثار د اطلاعات فرهنګ وزارت ته سپاري او اطلاعات فرهنګ وزارت هغه بیا په ملي موزیم کې ځای پر ځای کوي. بله، غنیمت آثار فرهنګي چقدر میتونه که از سرمایه کشور تشکیل بده؟ ډېره په ځای پوښتنه ده. په څو برخو کې
اثر کولی شي، لرغونی سیمی کولی شي چې د یو هیواد لپاره د عاید او د انکم یو منبع وګرځي. مثلا خارجي ګرځندویان یا تورستان راځي، هغوی راځي د ملي موزیم څخه لیدنه کوي، د هغې یو خاص ټکس اخیستل کېږي. که دوی سره کمره وي، د هغې هم یو خاص ټکس د دوی څخه اخیستل کېږي چې دوی د اثارو څخه لیدنه کوي. دا یو بل دا چې دوی د لرغونو سیمو څخه لیدنه کوي، په دې کې څومره خلک مصروفیږي، څومره خلکو ته په دې کې کار پیدا کیږي چې خارجي ګرځندویان راځي. دویم دریمه خبر دا چې موږ خپل آثار په ځینو وختونو کې نورې نړۍ ته د نندارتونونو لپاره وړو. مثلا د باختر گنجینه ده چې هغه چې کله موږ نورو هیوادونو ته د نندارې لپاره وړو، په هغې باندې یو محصول د نورو هیوادونو څخه، هغه هیواد چې له موږ څخه غوښتنه کړې ده، هغه اخیستل کېږي. کله چې د باختر گنجینه یا نور تاریخي آثار دا لیږدول کېږي، هلته یو کمیشن موجود دی چې د هغوی د نظر لاندې دا نورو هیوادونو ته لیږدل کېږي، چې د دې څخه د هیواد ملي بودیجې ته یو څه عواید راتلی شي. بله، میخوایم در مورد فرهنگ مردم افغانستان بیشتر بگوین تا بیشتر در مورد آشنا شن و در مورد گسترش فرهنگ افغانستان چقدر کار کردن این وزارت؟ د اطلاعات و فرهنګ وزارت یو مهمه دنده څخه هم همدا ده چې د اصلي افغاني فرهنګ په رایجولو کې خپلې هڅې جاري وساتي. ولې دا هڅې داسې نه دي چې دا به د موقت وخت لپاره وي، دا به تر څو پورې دا به دوامدار وي، چې تر څو موږ وکولی شو چې خپل فرهنګ د نورو فرهنګونو له اغېزې څخه وژغورو. بله، باز هم تماس روی خط تلفن داریم، اگر صدای ما رو میشنوین میتونین که سوالتان رو بپرسین. متاسفانه که این بخش در برنامه ما امروز با مشکلات فنی روبرو هست، اما بحث ما با آقای صابر مومند ادامه میدیم. بفرمایید آقای مومند. نو ځینې وختونه بله برخه چې زمونږ د هغه د ځوانانو موینیت دی، د ځوانانو برخه ده. د اطلاعات فرهنګ وزارت یوه برخه د ځوانانو ده، موږ د ځوانانو ته د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ځوانانو چار د موینیت په چوکاټ کې بیلابیلې برنامې په تیر کال کې نیولې دي. تیر کال موږ له شاوخوا 500 پوهنتونونو سره هوکړه لیکونه درلودل چې د هغې له مخې په هماغه مناسبو تخفیفونو یا په فول سکالرشپ باندې ځوانان خصوصي پوهنتونونو ته د لیسانس د کچې تر زده کړې او د ماسټرۍ ته معرفي کېدل، همدارنګه ښوونځیو ته هغه کورنۍ چې هغوی وسه نه درلوده چې خپل بچیان ښوونځیو ته واستوي، د ښوونځیو سره موږ په یو لړ ځانګړو تخفیفونو باندې هوکړې لیکونه لاسلیک کړي وو چې ښوونځیو ته زموږ هغه تنکي ځوانان چې د زده کړو سره علاقه وه هغوی واستول شو. د ځوانانو لپاره په عامه پوهاوي برخه کې بیلابیلې برنامې مو درلودې، مثلا د ځوانانو د قاچاق په برخه کې، د ځوانانو د مخدره موادو په برخه کې، د عامه پوهاوي پروګرامونه وو چې د په ټولنه کې د مخدره توکو د نشه یي توکو اضرار څه دي او همدارنګه د دې باید څه ډول مخنیوی وشي. د سپورت په برخه کې موږ ځوانانو ته په بیلابیلو ولایتونو کې د والیبال، فوټبال، د سایکل ځغلونې، د منډې، همدارنګه د کرکټ بیلابیل سپورتي پروګرامونه په لار اچول شوي وو. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت سره د نشه یي توکو پر وړاندې د ونۍ چې وه چې په دې کې موږ بیلابیل پروګرامونه درلودل چې د هغوی سره په ګډه باندې موږ دغه پروګرامونه ترسره کړل. همدارنګه د ښار پاکونې په برخه کې موږ د ځوانانو په برخه کې چې موږ ولنټیر یا په افتخاري توګه ځوانان دې ته هڅول چې څنګه خپل ښار پاکي، چې دا د فرهنګ یوه برخه هم ده. همدارنګه موږ په ولایتونو کې ځوانان دې ته هڅولي دي، د ځوانانو چارو امیریتونو، چې دوی باید د جګړې د قربانیانو دپاره یا هغه
کوچنی یعنی هغه خلک چې په بیلابیلو ناروغیو باندې مبتلا وي د دوی لپاره وینه ورکي وي د وینې بانکونو ته لاړ شي. داسې وخت هم راغلی دی چې زموږ په ځینو ولایتونو کې په 300 په شاوخوا کې 400 په شاوخوا کې ځوانان د وینې بانک ته تللي دي اړوند روغتونونو ته او هلته خپل وینه د دغه ناروغانو لپاره ورکړې ده. بله، رسانه ها چقدر در این بخش نقششان را ایفا کردن و مشخصا برنامه شما بر رسانه ها چه بوده که بتانه که گسترش بده فرهنگ ما را؟ رسانه خو در رسانه وند ډیر زیات اړینه ده، ډیر مهمه ده چې ځکه تاسو وګورئ چې په افغانستان کې چې یا د افغانستان حکومت چې یو لستر لاسته راوړنو څخه ګڼي هغه رسنۍ دي او رسنۍ ولس ورته ډیره پاملرنه کوي. په تېره بیا غږیزو رسنیو یعنی راډیو ته نو د رسنۍ ونډه ډیره ده، د عامه ذهانو په روښانولو کې او همدارنګه د افغاني فرهنګ په غوړولو کې د رسنیو ونډه ډیره ده. او رسنیو مسؤلیت هم دا دی چې دوی باید خپل خپرونې هغه ډول برابرې کړي چې زمونږ د ولس غوښتنې دي او همدارنګه د هغه چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې ایجاد کړي. بله، نشر سریال ها چقدر میتونه که در این عرصه تأثیر گذار باشه به ویژه سریال هایی که در حال حاضر در شبکه های تلویزیونی و به نشر میرسه؟ لکه څرنګه چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د بیان ازادي د هر ډول لاسوهنو څخه خوندي ده، ما په پیل کې یادونه وکړه نو د بیان ازادۍ ته باید د قانون په چوکاټ کې او چې هغه په قانون کې تعریف شوی ده باید ورته احترام وشي. ولی هغه موارد چې عامه ذهن او عامه افکار هر هغه څه چې له ځان سره یو هدف او یو پیغام نه لري، زه فکر کوم چې رسنۍ هم هغه نه خپروي. که هر رسنۍ وګوري هغوی چې یو څه خپروي هغه حتماً له ځان سره یو پیغام لري. موږ په دې اړه باندې د رسنیو سره کار پیل کړی دی چې تر څو هغه څه خپره نه کړي چې هغه په قانون کې منع شوي. بله، برای نشر پیام های بازرگانی وزارت اطلاعات فرهنگ چه معیارهایی را در نظر داره؟ د تجارتی اعلانونو لپاره ما وړاندې ویل شي په دې اړه باندې هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو سره یوازې تجارتی اعلانونه نه دي، ډېرې نورې برخې دي چې په هغې کې هم باید د رسنیو سره کار وشي چې دا یوه برخه ده. رسنیو سره موږ کار کوو انشاءالله. زه امیدوارم چې موږ د رسنیو په برخه کې یو مثبت لوري ته په حرکت یو. بله، رسانه هایی که خلاف معیارهای وزارت اطلاعات فرهنگ یا قوانین رسانه‌ای برنامه هایی نشر میکنن، شما بر از اونا چه کار خواهد انجام داد؟ هر رسانه چی د اطلاعات فرهنگ وزارت معیارونه نه، بلکه د قانون په چوکاټ کې خپل خپرونه ترسره نکی او هغه څه چې په قانون کې وضع شوی د اطلاعات فرهنګ وزارت داغی پر وړاندې جدی دی. په مختلفو مرحلو کې اول دوی ته په لیکلي ډول باندې توصیه اختاری او بیا هم جریمه ده چې هلته د رسنیو د سرغړونو کمیسون وجود لري، ټولې رسنۍ هلته تر کنټرول لاندې دي او رسنۍ کنټرولیږي. موږ په دې وروستیو کې ډېرو رسنیو ته په لیکلي ډول باندې ځینې اختاري لیکلي دي چې دوی باید خپل نشرات د ټولیزو رسنیو د قانون پر بنسټ باندې برابر کړي. تا کون به چند رسانه تونستین که هشدار داده باشین؟ بلابل رسنیو ته موږ اخترونه لیکلي دي، هغه چې ځینې خپرونې د ټولنې د رواني امنیت او اخلاقي سلامت سره برابرې نه وي هغوی ته په لیکلي شکل باندې لیکل شوي دي. ولې زه باید په څنګ کې دا هم ووایم چې هغه ټو رسنۍ چې خپل مسؤلیتونه یې ترسره کړي دي هغه ستایل شوي هم دي. بله، در حال حاضر در بخش تولیدات کشور تبلیغات نشر میشه که شاید مطلوب نباشه و یا هم مطلوب بودن شاید آیا وزارت اطلاعات فرهنگ تونسته ثابت بکنه تا اونا را مردم استفاده بکنن؟ پیام های بازرگانی که نشر میشه درباره تولیدات کشور، خیلی از خوراکی ها هستن که در اون تبلیغ میشه که میتونه خیلی با کیفیت بالا باشه، این نمیتونه که یک تخطی باشه از سوی یک رسانه؟ زست تاسو په سوال باندې دقیق پوه نه شوم، خو د داخلي تولیداتو لپاره باید رښتیا هم د رسنیو له لارې څخه
کاروشی ترچو زمنگ هغه اوایت چی دی هغه نورو هوادونو تلال نشی او منگه کوشش کوي. منظور از این است که نشراتی که دروغ نشر میشه در یک رسانه، شما بر از اون چه قانون در نظر دارید؟ د اطلاعات و فرهنگ وزارت د رسنۍ او د سرغړونې یو کمیسیون لري. هر هغه څه چې دروغ یا افتراوی دوی کولای شي چې د هر څوک چې په دې اړه باندې څه ولري په مستند شکل باندې د رسنۍ او د تخته او سرغړونو کمیسیون ته راوړي. هغه کمیسیون بیا دا څېړي که چېرته جرمي بڼه ولري څارنوالۍ ته معرفي کیږي. بله، یکی از کارهای وزارت اطلاعات فرهنگ در بخش ترویج زبان هست. چقدر در این راستا کار کردین و به ویژه برای برداشتن لوح‌ها و یا تابلوهایی که با زبان انگلیسی در اونجا به دید مردم گذاشته میشه؟ دو مسائل دی. یو دا چې یو د اطلاعات فرهنگ وزارت اوس یو هڅه پیل کړې ده چې لومړی باید منګه د ژبو او ادبیاتو یو مرکز رامنځته کو، ترڅو دغه مرکز د لارې نه وتوانیږو چې دوه ملي ژبو او همدارنګه نورو رسمي او محلي ژبو ته کار وکړی شو. دویم د لوحو په برخه کې زه وایم چې یو کمیسیون شتون لري، هغه خپل فعالیتونه کوي و وخت سره، خدا هم یو دوامدار کار دی چې باید تر سره شي، ځکه په کارتیسی یا په کارتی چار یا په شارنو کې یو لوحه منګه اصلاح او په کارتی نو یا په نورو سیمو کې نوي دوکانونه جوړیږي، نو دا دوامدار فعالیت دی چې د لوحو د اصلاح لپاره د اطلاعات فرهنګ وزارت په چوکاټ کې یو کمیسیون شتون لري او هغه خپل کار کوي. بله، سپاسګزار از شما آقای مومن در بحث برنامه امروز خاص راست. برنامه‌های عزیز این بخش برنامه ها در همین جا به پایان می‌رسد. تا لحظات دیگر دوباره با شما خواهیم بود. در این بخش برنامه مرور داریم بر مهمترین رویدادهای کشور و جهان از روزنامه‌های چاپ کابل. روزنامه‌ای که به دسترس ما قرار گرفته اطلاعات روز در صفحه نخست این روزنامه خبرهایی که با تیتر درشت نوشته شده. ارتش پاکستان گفته که باجوا درخواست آموزش نیروهای امنیتی را داده است. عبدالرؤوف ابراهیمی فساد در مجلس نمایندگان را پذیرفت. فرصت دیگری بر سر گفتگوی مشروط میان پاکستان و افغانستان. دست کم 50 کشته و 200 زخمی در مرگبارترین تیراندازی تاریخ جنایی آمریکا. موضوعاتی هستند که در صفحه نخست این روزنامه به چاپ رسیده و همچنان شرح بیشترش در صفحات بعدی این روزنامه به نشر رسیده که به خوانش میگیرم. ارتش پاکستان گفته که باجوا درخواست آموزش نیروهای امنیتی را داده است. اطلاعات روز نوشته دفتر روابط عامه ارتش پاکستان میگوید که جنرال قمر باجوا رئیس ستاد ارتش این کشور در سفرش به کابل گفته است که پاکستان علاقمند است نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش دهد. در خبرنامه ارتش پاکستان که دیروز منتشر شد آمده است که جاوید باجوا نخست با رئیس جمهور غنی به تنهایی دیدار کرده و بعد هیئت‌های هر دو طرف نیز در این گفتگوها شرکت کردند. خبرنامه افزوده که در این نشست دو کشور توافق کردند تا به صورت مشترک در برابر تروریسم مبارزه کنند و رئیس ستاد ارتش پاکستان پیشنهاد آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را داده است. عبدالرؤوف ابراهیمی فساد در مجلس نمایندگان را پذیرفت. اطلاعات روز نوشته پس از نشر گزارش‌ها در مورد دست داشتن عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس و خدای نظر نصرت رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان در فساد و اختلاس، اکنون آقای ابراهیمی بدون ارائه جزئیات می‌پذیرد که فساد در مجلس وجود دارد. بحث روی فساد در مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه مجلس نیز بالا گرفت. سخنان یک عضو مجلس در این مورد از سوی منشی مجلس خلاف منافع ملی دانسته شد. عبدالرؤوف ابراهیمی در این نشست ضمن پذیرفتن فساد در مجلس تاکید کرد که کمیسیون های مربوط این موضوع بررسی می شود و نیاز نیز در مجلس عمومی روی آن بحث شود. نقاشی یک دختر 12 ساله افغان از میان 120 اثر نقاشی در جمع 20 نقاشی برتر سازمان ملل قرار گرفت. موضوعی در صفحه دوم این روزنامه با شرح نوشته شده است.
نقاشی مریم احمدی دختر 12 ساله ای از ولایت بادغیس افغانستان از میان 120 اثر نقاشی از 22 کشور جهان در جمع 20 نقاشی برتر در مسابقات برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد انتخاب شده است. برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرده که مریم احمدی در این نقاشی وضعیت مکتب خود را در شمال غرب افغانستان توضیح داده که کلاس های درسی کافی ندارند و دانش آموزان اکثرا در فضای باز و در حیات درس می خوانند. در نتیجه عملیات پامیر 14 در قندوز 31 طالب کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت قندوز میگویند که در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی امام صاحب این ولایت 31 جنگجوی طالب کشته و 16 تن دیگر آنان زخمی شدند. قول اردوی 209 شاهین در خبرنامه نوشته است که این تعداد جنگجویان طالبان در عملیات پامیر 14 در روستاهای پل پاکستانی ناصری ها و جوی بیگام ولسوالی امام صاحب کشته و زخمی شدند. اسدالله عمرخیل والی قندوز گفته است که این عملیات با هماهنگی و تدابیر تمام نیروهای مشترک امنیتی شروع شده و تا تصفیه بخش‌های زیر تصرف طالبان و رفع نگرانی‌های مردم ادامه خواهد داشت. فرصت دیگر بر سر گفتگوی مشروط میان پاکستان و افغانستان خبر دیگر است که در روزنامه اطلاعات روز به چاپ رسیده است. جنرال قمر جاوید باجوا رئیس ستاد ارتش پاکستان دو روز پیش به کابل آمد تا با مقامات حکومت وحدت ملی از جمله رئیس جمهور غنی دیدار و گفتگو کند. در این سفر گفته شد که او را رئیس اطلاعات ارتش ISI نیز همراهی میکرد. با توجه به اینکه رئیس ارتش در پاکستان از صلاحیت و اقتدار زیادی در سیاست خارجی و داخلی کشور برخوردار است، سفر جنرال باجوا را پس از اعلام استراتژی تازه آمریکا میتوان سفر عالی ترین مقام پاکستانی به افغانستان تلقی کرد. پیش از این نیز دیدارهای بسیاری میان سران دو دولت اتفاق افتاده بود. غنی با نواز شریف نخست وزیر برکنار شده پاکستان و همینطور با مقامات نظامی این کشور از جمله با رئیس ارتش دیدار کرده بود. دست کم 50 کشته و 200 زخمی در مرگبارترین تیراندازی تاریخ جنایی آمریکا نوشته شده است. در تیراندازی با یک کنسرت موسیقی که در لاس وگاس در هوای آزاد برگزار میشد، دست کم 50 تن کشته و 200 تن زخمی شدند. این تیراندازی خونبارترین تیراندازی در تاریخ جنایی آمریکا است. به نقل از رادیو زمانه، پلیس آمریکا نام تیرانداز را اسفنتوک اعلام کرده است. تیراندازی با کنسرت موسیقی کانتری از طبقه 32 هتل اتفاق افتاده بود. و همچنان موضوعات دیگری در این روزنامه به چاپ رسیده است. اما روزنامه دیگری که دسترس ما قرار گرفته روزنامه ماندگار است. در صفحه نخستین این روزنامه نوشته شده که احمد ولی مسعود در مراسم گرامی داشت از عاشورا گفته مردم افغانستان نیازمند وفاق ملی هستند. بله، در این مورد بیشتر نوشته شده اما در صفحات بعدی این روزنامه. و همچنان واکنش ها به اثرات قومی دختر علی احمد جلالی موضوعی است که این روزنامه تعقیب کرده و به چاپ رسانده. و همچنان موضوعات دیگری که در صفحه اطلاعات روز نیز به چاپ رسیده بود در روزنامه ماندگار هم به چاپ رسیده. پاکستان یک گام به پیش، دو گام به عقب. موضع رئیس جمهور افغانستان در رابطه با پاکستان این روزها پس از اعلام استراتژی تازه آمریکا قطعی‌تر و مستحکم‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. او در نشست خبری مشترک با دبیرکل ناتو و وزیر دفاع آمریکا که چند روز پیش به کابل آمده بود اعلام کرد که نشانه‌های خوبی در رابطه با حل مسائل میان افغانستان و پاکستان با وجود آمده، اما هنوز زود است که در مورد قضاوت شود. به همین دلیل نیز او نخواست بیشتر از این در خصوص این تغییرات جزئیات ارائه کند. حلقاتی در حکومت و پارلمان در ناامنی غربند دست دارند. دهاتن از فعالان مدنی و باشندگان کابل و ولایت پروان دیروز در پارک شهر نو کابل گرد آمدند و در نشستی خواستار رسیدگی بیدرنگ به ناامنی های ولسوالی سیاگرد غربند ولایت پروان شدند. فعالان مدنی در این نشست مدعی شدند که حلقاتی در حکومت و پارلمان در ناامنی های غربند دست دارند و از مسئولان خواستند تا دست آنان را از حکومت و گریبان مردم کوتاه سازند.
و همچنان خبرهای فرهنگی و اقتصادی هم نیز در این روزنامه به چاپ رسیده. روزنامه دیگری که نیز بعد از رسما قرار گرفته روزنامه اقتدار ملی است. در صفحه نخست این روزنامه نوشته شده که حرکت امام حسین علیه السلام قیام بیداری و مقاومت است. نیاز امروز به اصلاحات آشورایی. گشایش نمایشگاه تجارتی و سرمایه گذاری افغانستان و هند. هفته گذشته نخستین نمایشگاه تجارتی و سرمایه گذاری افغانستان و هند برای تقویت روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور با همکاری اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در دهلی پایتخت هند گشایش یافت. این نمایشگاه که تحت عنوان به سوی رفاه نمایشگاه تجارت و سرمایه‌گذاری افغان و هند برگزار شده، نمایندگان بیش از 200 شرکت افغانی و بیش از 800 شرکت هندی گرد آمدند تا ارتباطات تجارتی جدید را ایجاد کرده و در مورد فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری بحث و تبادل نظر کنند. این نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری برای شرکت های افغانی برگزار شده است تا آنها بهترین میراث راه ابریشم با شمول میوه های تازه و خشک، مغزیات، مواد دیگر و منسوجات و سنگ مرمر و سنگ های قیمتی و قالین را به نمایش بگذارند. و همچنان در صفحات بعدی این روزنامه موضوعات دیگری هم نیز نوشته شده است که از این میان زنان خشونت‌های پنهان و آشکار در این مورد هم نیز نوشته شده. دهم میزان برابر بود با دوم اکتبر و برابر با روز جهانی عدم خشونت. یکی از مستقهای بارز انواع خشونت و محو خشونت بر ضد زنان است. زن و مسائل مربوط به آن چه در گستره اجتماع و چه در دایره خانواده و چه در مناسبات فردی در جهان امروز از شاخصه های توسعه و مدنی شدن به شمار می آید. این شاخصه یک معیار پذیرفته شده جهانی می باشد. یعنی وقتی چگونگی رشد اجتماعی و توسعه هر کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد یا روند مدنی شدن یک جامعه و فاصله گرفتن آن از مرحله عقب ماندگی با تحلیل گرفته می شود، چگونگی وضعیت زنان از شاخصه ها و معیارها در نظر گرفته شده. بله، حال همکارم آقای زاکر نور از روی خط تلفن با خود داریم تا در مورد وضعیت امنیتی بغلان با ما گزارش بدن و همچنان خشونت علیه زنان و کودکان در این مورد بیشتر بحث کنیم. آقای نوری سلام، صبح شما بخیر. سلام خواهر عزیز، صبح شما بخیر و صبح همکارانم و بینندگان آریانا نیوز بخیر. بله، میشه در مورد وضعیت امنیتی ولایت بر ما بگوین که چقدر تاثیر گذاشته روی افزایش خشونت علیه زنان و کودکان؟ خب بدون شک در جامعه که ناامنی بیشتر پیدا شوه در اونجا رسیدگی به قضای خشونت جنایی کمتر می شود. بغلان هم اصلاحات خاص خود داره، ماها و یا سالها بدین سو بخشای زیاد از بغلان ناامن است و بخشای هم در طرف طالبان مسلح است. متاسفانه قبلا مقامات امنیتی بغلان از آغاز عملیات دوت هنگام در ساعت که اونجا طالبان حکمرانی داره خبر داده بود متاسفانه تنازی آغاز نشده. یکی از نگرانی های کلان مردم بغلان است. همچنان این امنی ها تاثیر منفی بالای زندگی مردم گذاشته، از جمله در این اواخر میشه گفت که مصرفیت نیروهای امنیتی و نرسیدگی به کسایی که عامل خشونت هستند، این هم از مشکلات است که از سران امنی ها در بغلان بیشتر شده. بله، این ناامنی ها چقدر مشخصا باعث شده که زنان از تحصیل باز بمانند و یا هم در کل از بیرون شدن از خانه مانعشان شوه؟ خب در این وقت نگرانی هم موجود است، اما در یک هفته گذشته ما شاهد چندین مورد خشونت در بغلان بودیم، از جمله قتل یک دختر 12 ساله در بلوچستان نهری بود و یک موضوع دیگر که فلک عشق ساله از توی پاکای در بلوپولی نهری مورد تجاوز قرار گرفته که هم آمدو سرکوکی در باقی مانده رسانه این شده و سالس های دیگی هم وجود داره. بخش هایی که ناامن است از جمله مسیر سارای پلخمزی بندوز است و در این استقامت چندین تعمیر تدریسی پانتون واقع شده. بدون شک هر از بایی که در این ساعت
مخصوصا در سایه دند سابزین درگیری بین حکومت طالبان و حکومت پیوانده دانشجوها و مخصوصا دخترها از رفتن به پنتون باز نمانه و این بدون شک تاثیر و بالای ذهن عامه و مخصوصا بالای دختر خانمها و زنان گذاشته. بله، حکومت مرکزی و کمیسیون حقوق بشر چقدر تانستن در این راستا همکاری داشته باشن برای محو این خشونت ها؟ تا هنوز از نهادی که به نام حقوق بشر داری که به خاطر نامیا و به خاطر رسیدگی به قضای خشونت به گونه رسمی دادخواهی کرده باشه و ما شاهد باشیم نبودیم و از این عملکرد نهادهای حقوق بشری همچنان مردم انتقاد داره و از شورای ولایتی و بزرگان بغلان همچنان انتقاد میکنن، میگن که تنها در موارد که خاص خودشان باشه اون دادخواهی میکنن. حساب وضعیت امنیتی بغلان هنوز اونچنین دادخواهی صورت نگرفته که چشمگیر باشه و جامعه عمل پیچیده باشه. از طرف دیگر حکومت مرکزی هم به وضعیت امنیتی بغلان از دید اعضای شورای ولایتی و مردم کاملا بی‌توجه بوده، چرا که در چند سال اخیر هیچ گونه تعارف حکومت به خاطر تامین امنیت بنیادی بغلان در ولایت نداشته و بخشی از بغلان که یک سال به جنس مخزن ولسوالی دعنی غوری سقوط کرده هیچ اقدامی برای بازسازی صورت نگرفته. دند غوری و دند تاوزین دو نای شهر فلفلی است که از گذشته های دور به جنس شده دست طالبان مسلح است. بله، میشه بگوین که چقدر با این که زنان نیم از پیکر جامعه هستن تأثیر گذاری میذاره میمانه روی سرنوشت کشور و به ویژه ولایت بغلان از این که ناامنی ها باعث شده که نتوان از خانه بیرون شن و یا هم تحصیلاتشون ادامه بتن؟ خب همونطور که مردها در یک جامعه تأثیر گذاری خاص خود داره، بدون زن و بانو و دختر خانم هم نمیشه که روند زندگی و حکومت داری و همچنان بخش دیگی از امورات زندگی و پیش بره. زنان هم در بخش‌های مختلف در این ولایت مصروف کار هستند، هم در بخش اداره و معارف و بیشترین چان را در معارف تشکیل میده. منتها این همه ناامنی ها و این همه چالش ها باعث شده که تنها و غیر از معارف 4% کارمندان حکومتی را در این ولایت زنا تشکیل بده. این بله. از نگرانی های کلان است. تشکر از شما آقای نوری. باز هم برای گزارشات بیشتر در مورد وضعیت امنیتی ولایت با شما به تماس خواهیم شد.